اولین جلسه رسیدگی به اتهامات یوهان هنریک فلودروس دیپلمات سوئدی اتحادیه اروپا در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شد در این جلسه به نماینده کشور سوئد اجازه حضور داده نشد نماینده دادستان اتهامهای این دیپلمات را همکاری گسترده با اسرائیل و افساد فل ارز عنوان کرد در همین حال جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار آزادی فوری این شهروند اروپایی شد و گفت هیچ دلیلی برای بازداشت فلودروس وجود ندارد توبیاس بیلساروم وزیر خارجه سوئد هم اتهامات وارده به این شهروند سوئد را بیاساس خوانده یوهان فلودروس 33 ساله شهروند سوئد و کارمند اتحادیه اروپا در شهریور سال گذشته شهریور گذشته در سال جاری پس از گذشته 500 روز از دستگیری این دیپلمات نیویورک تایمز برای اولین بار به دستگیری این شهروند اروپایی اشاره کرد اتحادیه اروپا در ابتدا از تایید این گزارش سر باز زدند اما مدتی بعد جوزف بورل اعلام کرد این اتحادیه پیگیر وضعیت دیپلمات است در طول سالهای اخیر جمهوری اسلامی با دستگیری شهروندان خارجی و دو تابعیتی با کشورهای غربی معامله کرده همکار مردوان روزبه اینجا در استودیوس اردوان میدونم سوالم سوال عجیبی شاید خواهد بود اصلا چه دلیل و مدرکی جمهوری اسلامی ارائه کرده برای اینکه او جاسوس بوده و صرف اینکه حالا حتی اگر همکاری امنیتی هم با اسرائیل داشته شعبه خارجی دلیل اینکه اینا دستکش بکنن نداشت نباید باشه کاملا واضح محمد که اون چیزی که الان داره طرح میشه در دادگاه امروز در شوه 26 دادسرای انقلاب تهران و اتهاماتی که دادستان وارد کرده به طور کلی چیزها که در دنیا تقریبا میتونید بگید هیچ کدومش نمیتونه جرم باشه اینی که شما به عنوان یک شرفنده اروپایی سفر به اسرائیل کرده باشید به نظر میرسه که فقط میتونه برای یک شهروند گرفتار در جمهوری اسلامی مسئله یک جرم تلقی بشه یا اینکه شما با سازمان های بین و مللی کار کردید که فعالیت های در زمینه آزادی بیان یا چیزهایی از این دست داشتن به نظر میرسه که در مجموع آنچه که داره گفته میشه یک پوششه اگر از من بپرسید معتقدم خود در مورد دو تابعیتش شاید این در مورد در یک شهروند خارجی چرا باید فراموش نکن اینها در مورد دادگاه اسدالله اسدی هم در بلژیک وقتی که اتفاق افتاد دقیقا همین تجربه شد محکوم شد زندانی شد اما چنان فشاری ریجات کردن که در نهایت یک شهروند بلژیکی رو گرفتن در واقع دولت و مجموعه حاکمیت بلژیک و وادار به تصویب قانونی استرداد مجرمین کردند. کردن اون رو نگهت داشتن پس دادن اسدالله اسدی رو پس گرفتن و الان ما درست در یه موقعیت مشابه هستیم در همین حالی که ما با هم داریم صحبت میکنیم 1401 وقتی که آقای فردروس دستگیر شده درست همزمان موقعی هستش که حمید نوری در سوئد محکوم به حبس ابد شده در نهایت به نظر می که تمام اینها با که دوباره این اتفاق بیفته یعنی ابزار فشاری ایجاد بشه که بتونن اونها کسی که بر حال در گرفتار از اونجا مثل حمید نوری که قاضی دازگاه های اعدام در دهه 60 هستش رو بتونن برگردونن. ما خیلی فلاد با مدارک دیپلماتیک وارد ایران شده یا نه خیلی. سفر سفر نه نه سفر بوده. شخصی بوده البته ایشون دیپلمات عضو اتحادیه اروپا در زیر مجموعه آقای جوزف پورل کار میکنه. مم. لازم اشاره بکنم امروز بیانیه که آقای بورل هم داده به نظر من واقعا بیانیه کند و اگر بخوام خیلی صادق باشم خیلی بیانیه خونسایی است مثل عکس عکس عملی که پیش از این نشون دادم وقتی که خبر اولین بار مطرح شد اتادیو اروپا حتی راجع صحبت نکرد و تا خبر تایید نکرد وقتی که نیویورک تایمز بعد از 500 روز افشا کرد که این فرد در تهران در ایران دستگیر شده در فرودگاه المللی خمینی گرفتنش تازه اون موقعی بود که عکس ها شروع شد حتی سوئد هم سکوت کرده بود خانواده میگن که ما فکر میکردیم ممکنه که مسئله حل بشه اما واقعیت این نیست مسئله اینه که محمد به نظر من تا زمانی که مجموعه کشورها از حتی آمریکا یادمون باشه ما این تجربه رو چند ماه پیش داشتیم دیگه 6 میلیارد از دارایی‌های های ایران در شرایطی آزاد شد که به حال بسیاری از اما اگرها حتی در همین کنگره سنا و بحث این چنینی وجود داشته چرا این پول داره میره دولت این کار کرد برای آزاد شدن پنج شهر من. در نتیجه من فکر می کنم جمهوری اسلامی به بهترین شکل ممکن داره از ابزارهاش استفاده میکنه البته دلایل گفتی که دلایلی ایران نکرده در مورد این شهروند به اصطلاح سعودی سعید. هم که چرا دستگیر کرده و اتهام چرا بهش زده این ولی سوالم این هست که اساسا چه میتونن بکنن اگر بخوان انجام بدن خیلی کوتاه رو قرب بخواد محکم چه کار بکنه ببین مسئله خیلی مهمه مسئله سر اینکه که عنوان کلی افساد فل ارز چیزی که شما رو میتونیم ببره در سایه اعدام این خیلی ساده است و اینی که آیا در جمهوری اسلامی این افساد اثبات خواهد شد یا نه کار بسیار سختی هست. روح الله زن به همین سادگی ادام شده آه. و این میتونه دلیل خیلی بزرگی باشه بتونن فشار بزنن به نظر من قانونی باید تصویب بشه در اتحادیه اروپا که بتونن جلو این اقدامات جمهوری اسلامی رو بگیرن چون اینجوری به نظر میسه حالا حالا به همین ترتیب ادامه, خواهد ممنونم از تو اردوان روزبه